قلب شهر تبدا ملت بخواب نازی چشمای شاه بیدار برای دشمن یه خشم بیمونه یه خوابیده که برای دشمن یه خشم بیمونه که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500 مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. پس مهربان یاران، از همه کسانی که ببینید ما الان با هیچ کس هم درگیری نداریم، با همه مهربانیم، هر کی از این رژیم بکنه ما باهاش هستیم، هر کی از این رژیم بکنه بیاد قدمش رو چش یا آقای حمید فرخزاد، ببینید این هنرپیشه تو ایران چه پولایی میساخت، خب اومده بیرون به ما پیوسته، به مردم پیوسته، به اصالت ایرانی خودش پیوسته. ببینید با چه شجاعتی اسرار ایران با روسیه رو میاد افشا میکنه. مانیفستتون که قرار بودیم بشه چی شدیم به جاش؟ مثلا تبدیل به یه ابرقدرت شدیم، آدمی شدیم که بی‌نیاز همه از همه چیزو خودمون الان مایم که تعیین میکنیم و اینا. نه این ظاهر قضیه است برادر من. نه، ما الان شدیم یکی از اقمار روسیه. خب تمام هنرمون اینه که دیگه در واقع با آمریکایی‌ها نیستیم اگر نباشیم. الان شدیم مثلا در واقع اقمار
ضعیف و درب و داغون یک کشوری مثل روسیه که خودش هم به مراتب ضعیف‌تر از امریکایی‌هاست. نیروها شدیم نیروی پیاده اونا. یه بهترین و مخلص‌ترین جوانامونو بردیم در واقع تو سوریه. من اینو میگم بهترین و مخلص‌ترین، واقعا اعتقاد دارم. بردیم اونجا فدایی امپراتوری روسیه کردیم، آقای پوتین کردیم. اتفاقی هم هست که تازه نیست، یعنی 2300 سال پیش استعمار انگلیس هم همین کارو میکرد. اگه تو فیلم ها هم دیدین که مثلا 3 تا افسر انگلیسی بود 400 تا هندی، اینا میرفتن کشورگشایی میکردن، از مستعمراتشون نیروی پیاده میبردن که تلفات اونجا تمام تلفات روسا توی جنگ کشورگشایی روسیه یه هواپیماشون بود 11 نفر که اینا پدافند خود سوریه اشتباهی زدش. خب و بهترین جوانای ما اونجا رفتن در واقع فدایی آقای پوتین شدن که توی در واقع مذاکرات رسمی هم ما رو به هیچی حساب نمی کنن. هر وقت هم چی داشته میگه اینجا برید بیرون، یه شدیم تبدیل شدیم به یه برگ یه کارت تو دست روسا. این معنی استقلال ماه که چه ما پایگاه نظامی در اختیارشونه. وزیر محترم خارجمون بعد از کنفرانس قطر تهران نمیاد، میره اونجا کسب تکلیف میکنه. اون عکس خفت باری که سفیر روسیه ایستاده اونجا، یه تعدادی از نظامی های شکم گنده ما اینجوری عین مثلا گداها جلوش صف کشیدن، این تو تاریخ باید بمونه. این معنی استقلالیه که ما بعد از این همه نازنین بردن. من قهرمان، من قهرمان، ما توماج صالحی، همه ما هر روز باید فریاد کنیم آزادی اون و دیگره در بندها رو بخوایم. بندها رو همون چه نسخه پیچیده، شاید چین داره کل ایران رو تحفه میگیره. شرم کنی چرو را بی شرافت ها، شلوار کشور رو بش از فکر دین ما نباش. پروانه رو سوزون به نوبت پیله ها سران، سند و پاره کن یا واگو تو زندان جا بند. من خوندم که کار اونم پسر هم کارهای برنامه‌نویسی رو بیشتر بابام انجام میده. پدرش هست. و سوال آخر، من دنبال صلحم، مسیرم جنگه، دل ما بزرگه، نظر شما تنگه، ذهنم سفیده، صدام هم سبزه، سپرم عشقه، سلاحم رپه، فریاد مظلوم تو سینم، هنجرم پر چرک، جوهرم خون معترض، دفترم جنبش، تیمم پر از بنی هاشم موسویان اومده گفته ما دستور داریم از مرزهای حصار مرتی که خر حصار بساری، یعنی چی دروغو؟ الان دشمن اومده تو خاک ما، دشمن داره بچه ما رو میزنه. بسیاری بسیاری جلوگیری کردن از این نیروهای انتظامی از کشتار ایرانیان توسط تازیانی که در ایران هستن. تو چی میگی؟ اینایی که دارن ایرانی رو میکشن که ایرانی نیستن تو داخل ایران، تازه اعضای بدن بچه های ما رو هم تجارت میکنن، بیزنس میکنن، باش میفروشن اعضای بدن. ببینید اسناد این دکتر جمشیدی داره میگه، دیگران دارن میگن. دشمن تو خونه هست، دشمن از مرزها گذاشته اومده تو خونه، داره میکشه ما رو. پزشکی که قبلا من فرشته مرگ رو تعریف کردم و اینا، در جامعه پزشکی روش هولناکی رو به کار میبرن به این صورتی که با تزریق 4.5 تا 7 گرم استامینوفن تزریقی و یا پودر شده آن رو در آخرین وعده غذایی زندانیانی که میخوان آزاد بشن، به خصوص نوجوانانی که از زندان آزاد میشن، مخلوط کرده به اونا میخورونن. اثر این دارو اینه که بعد از 16 تا 48 ساعت باعث نارسایی کبدی و مرگ خاموش میشه که متاسفانه اکثرا فکر میکنن که این جوانان به علت تحت فشار، به علت فشار زیاد شکنجهی که در زندان شدن، دچار اختلالات روی روانی شده و خودکشی کردن. نه، اینا خودکشی نکردن. با این عمل کثیف که به راهنمایی پزشکانی که به صورت فرشته مرگ امثال دکتر ناصر سنفروش، دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر مرندی و امثال اینها، چون حکومت آخوندی که سواد اینجور اطلاعات نداره و سرداران لات و دزد و بی پدر مادر و عربدکش اون هم که بی سوادتر از آخونده هستن که این اطلاعات ندارن، در نتیجه این اطلاعات فرشتگان مرگ کشور ما در اختیار آنها قرار میدن و از این روش برای از بین بردن جوانان ما استفاده میکنن. راه حل چیست؟ راه حل اینه که بعد از اینکه زندانیشون از زندان تحویل گرفتن، مستقیما
به یک بیمارستان یا یک آزمایشگاه مجهز و خوب برن و از اینا آزمایش خون و ادرار و اورژانس به عمل بیارن. اگر جواب مثبت بود بهتره که سریعا از قرص‌های جوشانی که فرمول آن است ان استیل سیستنین استفاده کنن که ضد این دارو هست و از مرگ اینها جلوگیری میکنه. در نتیجه حتما اینو پخش کنیم، به اطلاع همه برسونین که از مرگ جوانان و عزیزان همه مملکت. یک بار دیگه شاد باش میگم سالو و همه مهمانیاران، آرزوی تندرستی و شادکامی دارم براتون. از برادر مهمانم مهندس امیر شجری سپاسگزارم. بدرود و خدا plus utiliser le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65 اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر غنیمت شمریم، فردا که از این دل کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم، فردا که از این دل کهن در گذریم، سر به سریم، سر به سریم. قاضی در گوشی به خیام گفت این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف می زنند. نخستین متهم را صدا می کنم.